لاکی سب کنی. چی شده تندک؟ پس چرا نمیای؟ من خیلی خسته شدم، میشه یه کم استراحت کنی؟ حالت خوبه تندک؟ آره، فقط یه کمی خستم. تو که همین تازگی های استراحت کردی، دیگه داری تنبل میشی ها. نه بابا، تنبلی کدومه؟ ولی به نظر من زیاد سر حال نیستی، یه خودم رنگت پریده. من هیچیم نیست، گفتم که فقط یکم خستم. باشه باشه، پس استراحت کن. نه ترس، اون رفت. آخه واقعا که آخه یه زنبور کوچولو اینقدر ترس داره؟ آخه اونا نیش میزنن، میگن نیششون خیلی هم درد داره. ولی اونا که حرکه کسی رو نیش نمیزنن. اصلا من از زنبورا بدم میاد، کوچولوهای مزاحم. اونا موجودات مفیدی هستن. حالا کجا میری؟ مگه نمیخواستی استراحت کنی؟ نه دیگه، پشیمون شدم، بهتره بریم. چجوریه؟ جنگل دیگه؟ آره، ولی یه جوریه، خیلی ساکته. آره، انگار که هیچ حیوانی تو این جنگل نیست. ببینم لاکی، حالا ما مجبور بودیم که از اینجا رد بشیم. خوبه، من فکر میکنم که این نزدیکترین راهیه که ما رو به مقصد میرسونه. اگه از راه دیگه میرفتیم مسیرمون خیلی خیلی دور میشد. پس مجبوریم که از همینجا رد بشیم. نگران نباش تندک، درسته که اینجا ساکته، ولی خطری هم نداره. باش. مراقب باش تندر. چرا اینجوری شد؟ چه خبره؟ اینجا چه میخوای؟ مگه نشنیدی؟ گفتم اینجا چه میخوای؟ ما مسافریم، فقط داشتیم از اینجا رد میشدیم. تو کی هستی؟ من خواب این جنگل هستم. بابا این که یه قوله. ولی انگار که من اونو میشناسم. شما همینجا بمونین، من میرم جلو تا باهاش صحبت کنم. سلام، ما از راه خیلی دوری میاییم، همون جوری که گفتم الان داشتیم از اینجا رد میشدیم. آخه مسیرمون از این طرفه. ولی شما حق و عبور از این جنگل رو نداری. برای چی؟ چون من میگم هیچ کس حق و عبور از اینجا رو نداره، مخصوصا تو. مگه من چی کار کردم؟ چون تو هم یه گوسفندی و من از همه تو متنفرم. حالا هم زودتر بزن به چه کوچولی خال خالی، وگر نه. ولی درسته، خودشه. حالا اینجا میری یا زیر این سنگلیت بکنم؟ هنون دست کارهای زشتت بر نداشتی آقا خرسه. توی لاکی؟ بله خودمم. فکر میکردم که مردی فیرم هست. منم فکر میکردم که بعد از این مدت دیگه دست کارهای زشتت برداشتی و عوض شدی. این به تو ربط نهره، من هر کاری که دارم بخواد میکنم. آره تو همیشه همین جوری بودی، حالا برای چی نمیذاری ما از این جنگل رد بشیم؟ با این بچه دوست توه، گفتم که من صاحب این جنگلم و دلم نمیخواد که هیچ حیوانی اینجا عبور کنه. صاحب این جنگل؟ آره، حرفی هست؟ در زم
با کاری که اون دوست عزیزت با من کرد انتظار نداری که حالا به این بچه اجازه بدم از اینجا رد بشه. مگه اون با تو چی کار کرده میرم؟ کی کار کرد؟ اون من از خونه زندگیم بیرون کرد و کاری کرد که دیگه نتونم سرم و جلوی بقیه بلند کنم. اون باعث همه این تنهایی ها و بدبختی های زندگی منه. اون این کارو نکرد، تو خودت باعث شدی که زندگی اینطوری بشه. این رفتارهای زشت خودت بود که بست دیگه. همین که گفتم الان هم زودتر از جلوی چشمم دور بشه. تو که خوب میدونی اگه کسی با من مخالفت بکنه باهاش چی کار میکنه. بله ولی لاکی آروم باش دوندر، بهتره که زودتر از اینجا بریم. دیگه دلم نمیخواد که شما رو این طرف ها ببینم. فهمیدین؟ آخیش راحت شدیم، عجب جایی بود، عجب حیوانی بود. من که تالا حیوانی به این زورگویی ندیده بودم. لاکی بالاخره نمیخوای بگی که اون خرس رو از کجا میشناسی؟ چرا؟ خب این به خیلی سالها قبل برمیگرده. بیشه ای که من و حیوانای دیگه توی زندگی میکردیم جای خیلی قشنگ و خوش آب و هوایی بود. خیلی هم آروم و امن بود. برای همین هم حیوانای زیادی از جاهای دیگه برای زندگی به اونجا میامدیم. ما زندگی خوش و راحتی کنار هم داشتیم تا اینکه یه روز پای اون خرس هم به بیشه ما رسید. از اونجایی که تو بیشه ما عسل زیادی پیدا می شد و اون خرس هم عاشق عسل بود، اونجا موندگار شد. اولشون هم مثل بقیه زندگی خودشو می کرد و کاری به کار ما نداشت، یعنی کاری به کار هیچ کس نداشت. اما یواش یواش و به بهانه های مختلف شروع به آزار و اذیت بقیه حیوانا کرد. از اونجایی هم که اون خیلی قوی و پرزور بود و کسی زورش به اون نمی رسید، هر روز بدتر و بدتر می شد و فشار بیشتری به ما می آورد. اگرم حیوانی برخلاف میل اون کار می کرد و یا حرفی می زد، خرس اونو به شدت کتک می زد و خونه و زندگیشو از بین می برد. اون دیگه خودشو مالک و صاحب بیشه ما می دونست تا اینکه پدر و مادرت به اونجا اومد. حتما بعدش هم پدرم یه درس حسابی به اون خرس بدجنس داد. البته نه به این سرعت. وقتی پدرت فهمید که اونجا چه خبره، سراغ اون خرس رفت و باهاش کلی حرف زد تا دست از کارش برداره. ولی گوش آقا خرسه به این حرفا بدهکار نبود که نبود. اون وقت بود که پدرت جلوش وایساد و اونو از بیشه ما بیرون کرد. پس به خاطر همینه که اون خرس از یوز پرنگا متنفره. درسته، اگرم به قول خودش حالا تنها شده و زندگی خوبی نداره به خاطر رفتارهای زشت خودشه. ولی اون هنوز اینو نفهمیده و داره اشتباهات قبلیشو تکرار میکنه. پس با این شرایط محاله که اون خرس بذاره از این جنگل رد بشی. درسته، برای همین فکر میکنم که باید از راه دیگه‌ای بریم و جنگل رو دور بزنیم. درسته که راهمون دور میشه، ولی چاره دیگه هم نداریم. باشه، نظر تو چیه تندک؟ تندک، چی شده؟ خستم. اصلا حالش خوب نیست، خیلی ضعیف شده. نمیشه یه دارویی بهش بدی که حالش بهتر بشه؟ بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. امیدوارم اینا حالشو بهتر بکنه. دیگه دلعی خیلی تو فکری. دارم به این فکر میکنم که چجوری میتونم از اون خرس برای نابودی تندر استفاده کنم. موقعیت خوبیه، نباید به این آسونی از دستش بدم. اما تندر و دوستانش که از اینجا رفتن لعیز. ولی من فکر میکنم اون بر میگرده، باید یه کاری بکنم. زاغی، زاغی با تو هم؟ بله. زود برو ببین اون بچه و دوستاش کجان و چی کار دارن میکنن. آخه من بجوم
نباید این فرصت رو از دست بدیم. باشه، هر خبری که شد زود منو در جریان بذار، دیر نکنی. ای با، هنوز تبش پایین نیومده. تو که کلی داروی گیاهی بهش دادی، پس چرا خوب نمیشه؟ درسته من بهش داروی گیاهی دادم، ولی این براش کافی نیست. بدن تندک خیلی ضعیف شده، اون باید تقویت بشه. اگه الان یه کمی چی؟ یه کمی از اون چیزایی که زنبورا درست میکنن، چی میگن؟ عسل؟ بله، اگه یه کمی عسل داشتیم خیلی برای تندک خوب بود. من فکر میکنم که بشه این طرف رو عسل پیدا کرد. چطور؟ اون زنبوری که صبح دیدم و یادت میاد؟ خب من فکر میکنم جایی که زنبور باشه حتما عسلم هست. درسته، آفرین. از طرفی حضور اون خرسم یه دلیل دیگه برای بودن عسل تو این منطقه است. پس من میرم که پیداش کنم. خرسو؟ نه بابا، عسلو میگم. باشه، سب کن تون در. چیه لکی؟ اون خرس میترسم که برات مشکلی ایجاد کنه. نگران نباش لکی، از پسش بر میام. الان خوب شدن تندک از همه چی مهمتره. پس مراقب خودت باش. تو از چرا نمیاد؟ داره دیر میشه. پلشت خودی خمسی تو برم. حلاش چی شده؟ این زاغی هنوز پیداش نشده. بولان شبا رو ببین کجاست. ای بابا بلکن لیس، خودش میاد دیگه. چنبله نادون، چرا دیگری نیست؟ دماغم داغون شد. اینجوری نمیشه، باید خودم یه کاری بکنم. حالا کجا داری میری رئیس؟ اصلا همون بهتر که بری، منم یه چرتی میزنم. تو دیگه کی هستی؟ اینجا چه میخوای؟ هیچی، من اومدم اینجا با تو حرف بزنم. اسم من سیاهه. چه حرفی؟ من دیدم که با اون بچه و رفیقاش چی کار کردی. بچه؟ منظورم همون بچه یوز پلنگه است. خب حالا که چی؟ راستش من از کاری که با اون بچه کردی خیلی خوشم اومد. خوب حالشو گرفتی. در ضمن من تا حالا حیوانی با قدرت و ابهت تو ندیده بودم. تو خیلی قوی و قدرتمندی. اینا رو که خودم هم میدونم. همش همین بود؟ نه نه، من متوجه شدم که تو هم مثل من از یوز پلنگا خوشت نمیاد و ازشون متنفری. درسته. خب که چی؟ ببین، منم از یوز پلنگا متنفرم، مخصوصا از اون بچه. اون زندگی منو به هم ریخته و باعث بدبختیم شده. برای همه میخوام کمک کنی تا با هم اونو نابود کنیم. یعنی یه گور کریفه یه بچه یوز پلنگ نمیشم؟ چرا؟ من چند بار اونو گیرش انداختم، ولی اون با سرعت زیادی که داره تونست از اصلا فرار کنه. میدونی که یوز پلنگا؟ آره من میدونم، ولی این مشکل خودته. اما تو هم با یوز پلنگا مشکل داری. من مشکلمو حل کردم. دیدی که با کاری که من کردم جومش رو کولش گذاشت و فرار کرد. ولی اون بر میگرده. محاله، هیچ کس جرأت اینو نداره تا جلوی من باشه. سیاه این دیگه کیه؟ با منه، غریبه نیست. چی شده زاغی؟ نه خرم.
اون بچه دوباره داره میاد اینجا، میخواد عسلای تو رو بدزده. چی؟ تو از کجا میدونی؟ این که از کجا میدونم مهم نیست، مهم اینه که اون دوباره داره بر میگرده. گفتم که والله لازمه که یه درس حسابی به اون بچه بدم، ولی وای به حالت اگه به هم درو گفته باشی یا نقشه یا دیگه ای تو مخت باشه. خیالت راحت، من خودم هم کمکت میکنم. لازم نکرده، خودم هم پاسش برمیم. حالا چجوری باید تو این کار اصل پیدا کنم؟ اینجا خیلی بزرگه. آره، باید دنبال این زنبور برم تا کندوشو پیدا کنم. خودشه، بالاخره پیداش کردم. حالا باید برم بالای درخت و یه مقدار از اون عسلا رو برای تندک ببرم. ها؟ معلومه داری چی کار میکنی؟ همون کاریه که باید از اول میکردم. تو به چه جانتی به اینجا بردستی؟ تو از نمیخوای دوزیم بکنی؟ دوزی؟ اون از سلامان منه. ببین، من به اینجا آمدم تا فقط یکم عسل برای دوستم ببرم. اون به شدت مریضه و برای خوب شدنش هم به عسل احتیاج داره. در ضمن تا اونجایی هم که میدونم، چیزایی که تو طبیعت برای همه است، نه فقط برای اونایی که زور بیشتری دارن. هیچ چیزا به من ربطی نداره. الانم بلای سرت میارم تا دیگه حواس نکنی با بزرگتر از خودت دیر بیافته. آخه تو چرا اینقدر زورگو بی منطقی؟ جالبه، اینو یه گوزپلنگ دیگه هم به من میگفت. تو خیلی منو یادمون میندازی. اون پدر من بود. چی؟ تو پسرانه؟ خوبه خوبه، به عالمیتونم به خاطر کارهایی که پدرت با من کرد از تو انتقام میگیرم. نابودت میکنم. اینجا پر از درخت و نمیتونم از سرعتم استفاده کنم، پس فقط یه راه میمونه. پس میخواد با من بچنگی؟ باشه، بیا جلو کچه مچه، بیا جلو. بی ارزه. من میخواستم تو رو افعیم ببرم، ولی تو جون من رو نجات داری. آخه چطوری تونستی این کار رو بکنی؟ با تو هم؟ برای چی؟ آهای، کجا رفتی؟ چقدر شبیه پدرتی، واقعا تو هم مثل اون مردی. اومدی تندر جان؟ تونستی عسل پیدا بکنی؟ نه، یعنی آره، ولی نتونستم بیارمش. حتما به خاطر اون خرس بود، درسته؟
ببینم که حالت خوبه؟ آسیبی بهت نرسونده که؟ نه من خوبم، فقط یه کمی خسته شدم. حال تندک چطوره؟ متاسفانه تعریفی نداره، مدام داره بدتر میشه. اونجا رو ببین تندک، همون چیزی که بهش احتیاج داشتین. بفرمایید. این عسله. تو خیلی قوی تر از منی، ولی نخواستی به زور به چیزی که میخوای برسی. ای کاش منم میتونستم مثل تو باشم. آقا خرسه، ازت ممنونم. در زم اگه خواستین میتونین از جنگل رد بشین، ما دیگه کاری به کار شما نداریم.